بیستم فوریه برابر است با اول اسفند ماه، روزی است که سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی به منظور مبارزه با بی‌عدالتی‌های اجتماعی این روز را به نام روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد. هدف اصلی از نام نهادن این روز جهانی تحت عنوان عدالت اجتماعی مقابله با بی‌عدالتی اجتماعی و گرده هم آوردن جوامع مختلف در سطح بین المللی برای از بین بردن فقر، جنسیت، تبعیض فیزیکی، بی‌سوادی، تبعیض مذهبی برای ایجاد یک جامعه یک پارچه اجتماعی است. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه برابر با اول اسفند ماه هر سال برگزار می شود تا به جهانیان یادآوری کند که کاستی های بسیاری برای رسیدن نوع بشر به یک زندگی عادی اما خوب وجود دارد. جهان امروز با مسائل ناگواری مواجه است که میلیون ها نفر را از داشتن یک زندگی عادلانه محروم می کند. بخش بزرگی از جمعیت جهان بدون آنکه مقصر باشند از امکانات اولیه مانند خانه، شغل، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، تغذیه و غیره بی بهره هستند. عدالت یک مفهوم اخلاقی است و معانی گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد. رایج‌ترین معنی آن که با مفهوم عدالت اجتماعی نیز همخوانی دارد، عبارت از تساوی و برابری است. اینکه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و باید از فرصت برابر برای رشد، کار و زندگی در جامعه برخوردار باشند و نباید کسی به خاطر جنسیت، نژاد و زبان خود از داشتن زندگی با فرصت‌های مساوی با دیگران محروم شود. این وظیفه مسئولان کشورها و اداره کنندگان سازمان‌های بین‌المللی است که اطمینان حاصل کنند می‌توانیم جهانی بسازیم که عدالت اجتماعی در آن جاری باشد. سازمان ملل متحد این روز را برای توجه به عدالت اجتماعی انتخاب کرده است تا به این واسطه کشورها به مسائل مهمی همچون ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت دوباره بیاندیشند و آنها را در اولویت خود قرار دهند. عدالت اجتماعی به معنای حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان است که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند. عدالت اجتماعی یک مفهوم گسترده است، اما طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و هر اقدامی از جانب هر شخص یا نهادی که آزادی افراد بشر را زیر سوال می‌برد محکوم است. همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچ کس به خاطر نژاد و رنگ و جنس و زبان و یا دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری نسبت به سایر هم‌نوعانش برتری ندارد و فروتر نیست. اما عدالت در مفهوم عام آن ضمن تکیه بر حقوق فردی بیشتر به تخصیص منصفانه منابع در جوامع گفته می شود. 20 فوریه قرار است انگیزه ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی فزونی بخشند. دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به جامعه ای برای همگان دست یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند تا عدالت اجتماعی را چه در محدوده ملی و چه در پهنای جهانی عمق و ژرفا بخشند. آنها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه تر تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمتهای مادی را فراهم کنند. برای نمونه، هنگامی که از عدالت سیاسی سخن گفته می شود، منظور رعایت آزادی های سیاسی و ایجاد شانس برای دستیابی به پست ها و مقام های سیاسی چه در محدوده ملی و چه در گستره بین المللی است. یا مفهوم عدالت قضایی بیانگر مناسباتی بر پایه قوانین و قانونگذاری عادلانه و اعمال مجازات های متناسب با جرم و نیز قانون مداری دستگاه های حقوقی و قضایی است. و سرانجام در همین راستا می توان به عدالت اجتماعی اشاره کرد که به معنای تقسیم عادلانه نعمت ها و ثروت های خدادادی و فرصت های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسان ها برای دستیابی به وسایلی که نیازهای اولیه آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن می سازد نیز در زیر همین مفهوم جای می گیرد. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه از واشنگتن با ما همراه هستند. جناب زاکری سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام،
سلام علیکم، سلام بر شما و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. امیدوارم این ایام اعیاد شعبانیه انشاءالله بر همه مؤمنین و بر همه انسانها به ما هم انسان مبارک باشه انشاءالله. ممنونم، زنده باشید. جناب زاکری، از منظر دینی عدالت اجتماعی چه مفهومی داره و چگونه بر آن تاکید شده است؟ بفرمایید. عدالت رو قبل از آنی که با اجتماع ربطش بدیم، باید بدونیم که عدالت یکی از ویژگی‌های مهمی است که خداوند آن را برای عموم بشر دانسته و مهم قرار داده، تا اونجایی که ما برای نماز جماعت نیاز داریم به عدالت، برای تقلید نیاز داریم به عدالت، که اینها عدالت فردیه قبل از آنی که بشه به عدالت اجتماعی منتقل بشه. عدالت اجتماعی مرکب است از عدالت فردی، و این عدالت فردی یک فرهنگ، افراد باید فرهنگ خود دوستی، دیگر دوستی این رو باید یاد بگیرن، یک فرهنگی در آنها به وجود بیاد و بعد شروع بشه از فردی خارج بشه به عدالت اجتماعی برسه. امیر مؤمنان در فرمایشی می‌فرماد که مردم یا برادر دینی تو هستن و یا همانند تو انسانیت رو دارن و انسان هستن. بله. در خلقت همانند تو هستن. پس بنابراین عدالت اجتماعی که مرکب است از عدالت فردی و عدالت دیگر دوستی، این یک ملکه است، باید در افراد به وجود بیاد تا بشه اون را در جامعه به انجام رسوند. بله. آیا آنچه که توسط سازمان ملل به عنوان مصادیق این روز برشمرده شده در مفاهیم دینی هم مورد توجه قرار گرفته؟ ببینید، سازمان ملل یک سازمانیه که مجموعه فرهنگ‌ها و افکار و اندیشه‌های کشورهای مختلف و ادیان مختلف رو در بر می‌گیره. سازمان ملل یک مجمعی است که افراد با بینش‌ها و اندیشه‌های متفاوتی جمع میشن اونجا و به همدیگه یاد میدن چگونه میشود بهترین‌ها رو در جامعه انجام داد. ادیان الهی، چه مسیحیت و یهودیت و اسلام، اینها هر یکی از اینها به اندازه ای که توانستن در سازمان ملل نفوذ بکنن، توانستن افکار و اندیشه های خودشون رو هم اونجا پیاده بکنن. یک نمادی در سازمان ملل هست که اون نماد نامه آقا امیرالمؤمنین به مالک اشتره و امیرالمؤمنان به عنوان عادل‌ترین زمامدار در انسانیت و انسانها قلمداد شده. اونجا تشیع به عنوان یک جهت بسیار بسیار امینی قلمداد شده که میشه از او برای عدالت فردی و اجتماعی و تحقق آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی از اون بهره گرفت. لذا به هر اندازه‌ای که روحانیون محترم یا هدفمندها و بزرگانی که در مذهب و اسلام هستن، اینا هر چی در سازمان ملل بیشتر وجود داشته باشن، بیشتر میتونن اون را به اونها برسونن، هر فکر و اندیشه ای را، و اونها هم میپذیرن، چون مجموعا قرار بر این هست که خوبی ها را به انجام برسانن و مردم را به همدیگه نزدیک بکنن. عدالت اجتماعی یکی از مسائل بزرگ است که سازمان ملل میکوشد اون را بتواند در کشورها انجام برساند و عمل کند. بله. جناب زاکری، برای رسیدن به یک عدالت فراگیر حکومت ها و مردم چه وظیفه ای دارند؟ مردم باید هر یکی ازشون سعی بکنه، هر انسانی سعی بکنه خودش را عادل قرار بده. این مسئله مهمه که ما در منزل هامون، در خانه هامون، همسر به شوهر اقتدا نمی کنه چون اون را عادل نمی دانه. دو تا برادر به هم دیگه اقتدا نمی کنن چون او را عادل نمی دانن. مردم به امام جماعتی اقتدا می کنن که او را عادل بدانن. پس اگر ما این عدالت را توانستیم از خانه های خودمون شروع بکنیم که همسر و فرزندان ما را به عنوان عادل قبول بکنن، عادل یعنی این که ظلم نمی کنه، فعل قبیح را هم در ملأ عام انجام نمیده. این مفهوم عدالته. اگر توانستیم عدالت رو توی خونه ها اجرا بکنیم،
به همون اندازه خواهیم توانست که در جامعه اون را به انجام برسانیم. و من خیال میکنم حکام هم باید همین مطلب را در واقع در نظر بگیرن و کلاه خودشون را قاضی بکنن، ببینن واقعا همسر و فرزندانشون قبولشون دارن به عنوان یک حاکم، تا بعد بیایم ببینیم توده مردم اونها را قبول دارن یا نه. ولی لذا خیال میکنم هر مدتی یک بار باید یک برنامه ای درست بشه که از مردم سوال بشه، یک همه پرسی چیزی در هر منطقه‌ای، در غرب هست، اروپا، آمریکا، کشورهایی که ادعای دموکراتیک دارن، اونها دارن همه پرسی‌هایی را که سازمان‌های متخصصی برای این کار زنگ می‌زنن به افراد، شماره‌ها را هم راندوملی می‌گیرن، زنگ می‌زنن و نظرسنجی می‌کنن که رضایت شما از این حاکم چقدره. حتما شما در قصه انتخابات‌ها و اینا می‌تونید در اخبار انتخابات ببینید که قبل از انتخابات این سازمان های نظرسنجی بیان میکنن که فلان آقا، فلان کاندید یا فلان خانم این چند درصد مورد مقبولیت نزد مردم داره. این مشکل و این مسئله به طور کلی در کشورهای خاورمیانه وجود نداره متاسفانه. کشورهای خاورمیانه، کشورهای اسلامی متاسفانه از نظرسنجی میترسن و لذا هیچ نظرسنجی نمی کنن تا معلوم بشه چقدر مورد قبول مردم بله. هستن. بله. به نظر من خیلی مهمه که انجام بشه. ممنونم. شیخ محمد تقی زاکری از واشنگتن با ما همراه بودن.